In the name of God, the compassionate, the merciful. عرض سلام دارم خدمت تمامی دانش آموزان عزیز پایه 11 هم. در این قسمت سعی دارم که صفحه 27 کتاب درسی رو تحت عنوان Vocabulary Development براتون توضیح بدم. Vocabulary به معنی واژه یا لغت هستش و development یعنی پیشرفت یا بهبود. در این بخش کتابتون روش‌هایی رو برای افزایش دایره لغت مطرح کرده و روشی که در این قسمت مطرح شده بحث synonyms یا مترادف هستش. synonym به معنی مترادف هست و antonym یعنی متضاد. اگر شما مترادف کلمات رو یاد بگیرین میتونین دایره واژگانیتون رو افزایش بدین. Synonyms are words with similar meanings. سینونیم ها یا مترادف ها کلماتی هستند با معناهای مشابه. Similar به معنی مشابه. For example به عنوان مثال hard and difficult. هر دوی این کلمات به معنی سخت هستش. این کلمات سینونیم مترادف هستند. Or begin and start به معنی شروع کردن are synonyms مترادف هستند. Learning synonyms is a good way to develop our vocabulary. یاد گرفتن مترادف ها روش خوبی است برای بهبود لغاتمان. Develop یعنی بهبود بخشیدن. Part A. Write the words that mean the same under the picture where they belong. بنویسید کلماتی که معنی مشابهی دارند در زیر تصویری که به آن تعلق دارند. Mean یعنی معنی دادن و the same یعنی مشابه. Under زیر the picture they belong. Belong یعنی تعلق داشتن. برای تصویر اولی که یک موتور سوار هست ما میتونیم صفت سریع و تون رو بنویسیم که از کلمات بالایی fast و quick به معنی سریع و تند هست. تصویر بعدی 2+2=. دو به اضافه دو خب مشخص خیلی سوال ساده ای هست. برای صفت ساده ما از easy و simple استفاده می کنیم. تصویر بعدی تصویر یک وزنه بردار هست که میخواد بحث قدرتمند بودن رو نشون بده. ما برای قوی و قدرتمند از کلمه powerful یا strong استفاده می کنیم. و لغت آخری ریز بودن و کوچک بودن یک حیوان رو نشون میده که از لغت small و tiny میتونیم استفاده کنیم. این لغات با همدیگه synonym یا مترادف هستن. Part B. Two of the words in each group are synonyms. دو کلمه در هر گروه مترادف هستن. Find them. اونا رو پیدا کنیم. Part A. Amazing یعنی شگفت‌انگیز. Probable یعنی احتمالی، محتمل. Wonderful یعنی شگفت‌انگیز. با مشخصه که کلمه amazing و wonderful مترادف هستن. Part B. Seek یعنی جستجو کردن که سال گذشته داشتین. Search for جستجو کردن. And exercise یعنی ورزش کردن یا تمرین کردن که کلمات seek و search for هم معنی هستن. Part C. Quit یعنی ترک کردن، رها کردن، تسلیم شدن. Live زندگی کردن. And give up مجدد به معنی تسلیم شدن و رها کردن که کلمات quit و give up مترادف هستن. Part D. Fortunately یعنی خوشبختانه. Luckily خوشبختانه. And really واقعاً که کلمات fortunately و luckily مترادف هستن. Fortunately از کلمه fortune به معنی بخت و اقبال گرفته شده و fortunate یعنی خوششانس، خوشبخت و fortunately قیدش هست یعنی خوشبختانه. اگر آن بهش اضافه کنیم unfortunately یعنی متاسفانه. دقیقا همین کار رو میتونیم برای کلمه luckily انجام بدیم. Luck به معنی شانس و بخت و اقبال هست. Lucky یعنی خوششانس
و luckily یعنی خوشبختانه، unluckily یعنی متاسفانه. و قسمت C، look back at the reading to find synonyms for the words. به ریدینگتون نگاه کنید و برای کلمات زیر مترادف پیدا کنین. In paragraph 2، در پاراگراف 2، find a synonym for largely. مترادف کلمه largely در پاراگراف 2 اگه نگاه کنیم کلمه greatly یعنی زیاد، تا حد زیادی. In paragraph 4، find a synonym for nearly. Nearly یعنی تقریبا، که در فیلمی که برای ریدینگ آماده کردم اونجا مترادف‌های زیادی براش گفتم، ولی مترادفی که در متن براش اومده کلمه about که قبل از اعداد به معنی حدود هستش، حدوداً تقریباً. In paragraph 5، find a synonym for to form. To form یعنی تشکیل دادن، که تو پاراگراف 5 ما کلمه make up رو براش داشتیم. Make up یعنی تشکیل دادن. In paragraph 6، در پاراگراف 6، find a synonym for to think of. To think of یعنی تصور کردن، تخیل کردن، فکر کردن، معادل کلمه imagine. بسیار خوب، این قسمت به پایان رسید. در ادامه بخش گرامر رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. Thanks for watching. Goodbye. Have a nice time.